آقای دایی عزیزم، این ابعاد صحبت‌های آقای ظریف خصوصا در همین آغاز که آغاز برنامه هم من اشاره بهش کردم خیلی جالب بود. چرا باید نام ایران از فهرست این تحقیقات به خواسته آقای ظریف کنار گذاشته بشه؟ آیا واقعا ایران، نه منظورم مردم ایران یا حتی کشور ایران نیست، منظورم نیروهای وابسته به نهادهای خاص در سپاه قدس هست که این مدت هم صحبت‌های خیلی زیادی از اونها بوده، آیا واقعا مدافعان حرم در سوریه هیچ جنایتی نکردند وقتی چشم ناظر و بینای اونها رو نظاره‌گر باشه؟ عرض کنم که ببینید، یه وقتی هستش که دولت آمریکا، یعنی دولت کنونی آمریکا، راجع به سوریه میخواد نظری بده در مورد سیاستاش. یه وقتی هستش برخی از محافل ایرانی به خصوص خارج از کشوری میخوان صحبت بکنن، یه نوع الغا میکنن. ولی آنچه که اکثریت عظیم مردم جهان و خاورمیانه به ویژه روز به طور روزمره از تلویزیون‌های خودشون، از رسانه‌ها می‌بینن و اون که همه کارشناسان مسائل خاورمیانه گزارش میدن در همه رسانه‌ها کاملا متفاوته. واقعش اینه که ارتش بشار اسد به طور کلی بسیار ضعیفه. شاید میشه گفتش که در عملیاتی که الان انجام میشه در مناطق مختلف خود سوریه، یه چیزی بین 20-40% حد اکثر ارتش سوریه دخالت داره. تازه در خیلی از جاها اصلا فرماندهی هم با خود اینا نیست. آنچه که هست اینه که الان نزدیک، حالا برآوردها متفاوته، بین 70-100,000 نفر مدافع بشار اسد، نیروهای خارجی که هستن زمینی دارن حرکت میکنن، کمکش میکنن، نیروهای اصلی هستن. بین 10-12,000 تا حزب الله لبنان هستن، حدود 15,000 تا لشکر فاطمیون افغانی هستن، 10,000 از شیعیان عراقی وابسته به سپاه قدس هستن، پاکستانی هستن، 10,000 نفر خود سپاه قدس هستن. این چیزی هم برآورد میشه 2-5,000 تا ارتش، از تکاوران ارتش رو اونجا بردن، بخشای خاصی رو بردن. نیروی زمینی اصلی ایناست. سوریه هم به مقدار خیلی کمی به طور عملیات زمینی داره، اونم در حمایت از حملات هواییه. و بنابراین آنچه که گناهکار اصلی در این قضیه قبل از که حتی روسیه وارد بشه جمهوری اسلامی بوده، حالا چه خودش، چه حزب اللهش، چه شیعیان عراقی و افغانیش. حالا چرا به خصوص آقای جان کری یا دولت آقای اوباما سعی میکنن پرهیز کنن از آوردن نامشون؟ برای اینکه این یه دیدگاهیه که در دستگاه آقای اوباما بوده، میخواد تا آخرین لحظه هم که ایشون در کاخ سفید بره تا این دستگاه، که با دوستی با جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه خیلی از مسائل رو حل بکنه. حالا این نجیه فاجعه بار رو که در سوریه ایشون دیده هنوز براش درس نشده. حتی در عراق هم واقعش اینه که در سال 2011 که آمریکا، آقای اوباما به طور کامل خارج شد، به میزان زیادی به متحد اصلی جمهوری اسلامی نوری المالکی اعتماد کرد و نتیجهش این شد که الان آقای اوباما مجبور شده 6-7,000 نیرو داره الان در خود عراق و بیشتر هم خواهد کرد، یعنی داره برمیگرده به عقب. خب درس که نمیگیرن، ولی سعی میکنن لااقل در تبلیغات که شده اسم جمهوری اسلامی نیارن. تردید نباید کرد، یعنی در این هر کارشناس بین‌المللی که در مورد مسائل خاورمیانه و سوریه هست نگاه بکنید نوشته‌هاشو، اگر پول جمهوری اسلامی نبود، اگر نیروهای زمینی جمهوری اسلامی، نیروهای مختلفی که داره در اونجا نبودن، اگر میزان اسلحه‌ای که میداد، حمایت‌های دارویی، غذایی، نفتی که از بشار اسد میگه، اینا همه نبودن، بشار اسد سالیان پیش سقوط کرده بود. در این تردید نباید کرد. بنابراین از دیدگاه مردم عرب و از دیدگاه کارشناسان بین‌المللی جانی و شریک جرم اصلی در جنایات بشار اسد جمهوری اسلامی، در این تردید نباید کرد. متشکرم آقای دایی عزیزم. نیکا هنگ، همزمان وقتی این صحبت ها و این سیگنال ها از واشنگتن به دنیا مخابره میشه، بحثی که در خصوص طرح مماشات در دولت آقای اوباما سال هاست مطرحه، در این یکی دو سال اخیر خیلی شدت هم گرفته، بیشتر شکل پیدا میکنه، همزمان هم میبینیم سکوت های معناداری در مقابل برخی رفتارهای جمهوری اسلامی رخ میده. کانادایی ها حتی دولت
انگلستان در مقابل بازداشت شهروندانشون سکوت نمی کنند، برخورد می کنند، اما سیامک نمازی و پدر او باقر نمازی همچنان در زندانند. بعد هم آمریکایی ها سکوت می کنند و صحبت از اعترافاتی میشه یا نقش داشتن اونها در پرونده کرسنت. ارتباط معناداری بین سکوت آمریکا و 43 میلیارد دلار یا بیشتر ضرر قرارداد کرسنت در ایران هست؟ من فکر نمی کنم آمریکایی‌ها بر اساس قرارداد کرسنت بخوان سکوت کنن یا سکوت نکنن، و ولی نگاه وزارت خارجه جان کری به جمهوری اسلامی ایران تغییر خاصی نکرده در چند ماه اخیر، و همون چیزی رو که به نام مماشات ما زیاد میشنویم شاهدش هستیم به طور علنی. متاسفانه ماجرا این هست که آقای اوباما بر اساس گمان زنی که بالاخره کاخ سفید داره و خطاهای بسیار زیادی که آقای دونالد ترامپ داره مرتکب میشه یا اسنادی که از اون رو میشه، این احتمال رو میده کاخ سفید که خانم کلینتون بخواد رئیس جمهوری بعدی بشه، و اینها مایل هستن که سیاست فعلی در مورد جمهوری اسلامی ایران به همین روند پیش بره، کما اینکه جیک سالیوان دستیار سیاست خارجی و امنیت ملی خانم کلینتون کسی بود که به عنوان معمار در حقیقت برجام به عبارتی شناخته میشه و رابطه رو ایجاد کرد میان ایالات متحده و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در 1391 که بعد دیدیم عملا منتهی شد به ریاست جمهوری حسن روحانی. اینها میخوان همین روند ادامه پیدا کنه، و البته آقای خامنه ای هم با روندی که ما شاهد بودیم به نظر میاد با حسب رقبای آقای روحانی بخواد یک روحانی ضعیف شده رو برای ریاست جمهوری دور دوم نگه داره. اینا در یک چارچوب بلند مدت به قضیه به نظر من نگاه میکنن. مماشاتی هم که مثلا در قبال سوریه کردن خب با اعتراضاتی روبرو میشه. این که مثلا در هفته گذشته دیدیم که وال استریت جورنال در سرمقاله ای آقای جان کری رو کاملا زیر سوال برد در حقیقت و سیاست ایالات متحده رو، و این داره یواش یواش گسترش پیدا میکنه در سطح رسانه هایی که حالا حتی زمانی موافق بودن اما الان منتقد سیاست اوباما در قبال سوریه هستن. ببینید یک بحثی که سالها پیش مطرح شد این بود که اگر دولت اوباما بخواد در سوریه وارد بشه و مقابله بکنه با بشار اسد، ممکن است در قبال گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران با روسیه دچار مشکلاتی بشه. در نتیجه کوتاه آمدن دولت اوباما در قبال مسئله سوریه میشه گفت به واسطه ضعفی هست که دستگاه سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران و روسیه داره. و اگر خاطرتون باشه در انتخابات 4 سال پیش وقتی که آقای رامنی روسیه رو به عنوان دشمن عمده ایالات متحده آمریکا عنوان کرد، آقای اوباما به این قضیه خندید. پس اگر ما به گذشته هم برگردیم، رفتار دستگاه سیاست خارجی آمریکا این ضعف رو از خودش نشون داده بر اساس اهدافی. حالا به اهدافشون تا حد زیادی میشه گفت دست یافتن، اما نتیجه دستیابی به اون اهداف چه بوده؟ این که مثلا گفته میشه تا حد 33 میلیارد دلار به صورت نقد، پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته از اون 150 میلیارد دلاری که قرار بگیره، و هیچ حسابرسی هم در سطح بین‌المللی وجود نداشته باشه برای میزان پول نقدی که در اختیار ایران قرار گرفته، چون معلوم نیست بالاخره پول نقد کجا میره. اگر شما به گذشته جمهوری اسلامی رجوع کنید میبینید که با استفاده از شبکه‌های پولشویی پول‌های زیادی رو به قبرس و از طریق قبرس به لبنان ارسال کرده بود، و حتی شبکه چاپ پول رو هم راه انداخته بود در قبرس و جاهای دیگه، و حزب الله لبنان در این قضیه نقش اساسی رو داشت. به این ترتیب ما میتونیم حدس بزنیم که بخشی از پولهایی که به ایران برگشته که سهم مردم ایران باید باشه، عملا به دولت سوریه، به حزب الله لبنان، به یمن، حوثی‌های یمن منتقل شده، و این نشون دهنده ضعف عمده دستگاه سیاست خارجی آقای اوباما هست. ممنونم. برمیگردم، هنوز موضوع کرسنت رو فراموش نکنیم. حرف بیش از 40 میلیارد دلار پول مردم ایرانه. برمیگردم، ولی تا در واشنگتن هستیم آقای دایی، من میدونم که دست کم حداقل در این کشور قوانینی حاکم هست که استقلال قوا رو از هم تمیز میده، و واقعا هم این کشور نشون داده که تا حتی استعفای یک رئیس جمهور هم پای یک رسوایی یا یک خطا وای میسه. ما نیکسون رو در تاریخ ایالات متحده آمریکا دست کم به یاد میاریم در حافظه جمعی نزدیکتری به
شرایطی که امروز ما در اون زندگی میکنیم. آیا براستی انتقال چنین وجوهی از آمریکا به ایران، حالا چه 400 میلیون دلار چه 33 میلیارد دلار، هیچ فرق نمیکنه، به صورت پول نقد مغایر با مصوبه های مجلسین ایالات متحده آمریکا نمیتونه به یک دلیلی برای اعاده یک کیس، یک پرونده قضایی بر علیه رئیس جمهور آمریکا در دیوان عالی بیانجامه؟ آیا براستی این مسیر مسیری نیست که بعدن دولت آقای اوباما و برخی از دستاندرکاران این دولت رو با مشکلات جدی قضایی و پاسخگویی در مقابل دادگاه روبرو کنه؟ فکر نمی کنم. ببینید یه بحث حقوقیشی که حالا من خبر ندارم که چقدر ضد قانونه، اما به طور کلی ببینید مثلا مهمترین چالشی که با رئیس جمهور آمریکا بود سر سازش عرصه‌ای یا برجام بود که خب کنگره آمریکا اکثریتشون مخالف بودن، ولی چون مخالف بنزه دو سوم نبودن نتونستن به اصطلاح روی وتو آقای اوباما، یعنی تا اون حدی رأی ندادن که آقای اوباما مجبور شد از وتوش استفاده کنه و بعد نا وتوش رو لغو بکنن علارغم مخالفت اکثریتشون. بنابراین وقتی نتونن مهمترین چالشی که با آقای اوباما سر سیاست خارجی داشتن یعنی سازشی بکنن، سر مسائل ناشی از اون بعیدی که بتونن برسن. یه بحث کلی دیگری هم هست. الان ما در یه مقطع بسیار حساسی در تاریخ سیاسی آمریکا هستیم. حزب جمهوری خواه دچار دگرگونی عمیق جناح راستش که در چند انتخاب گذشته مرتب بالا اومده، الان خودشو در حمایت از آقای ترامپ نشون میده، توشون شکافه. همین شکاف ها باعث شده که به اصطلاح پیشبرد خطوط در کنگره رو برای اینها دشوار کرده. و نکته دیگر هم اینه که کلن در سیاست خارجی، اونجایی که آمریکا اشتباهات زیادی در حمله به عراق و جاهای دیگه کرد، مردم آمریکا زیاد خواهان دخالت در امور به اصطلاح خاورمیانه نیستن. این دو عامل، یعنی تضعیف حزب جمهوری از یک طرف و دوم عقب کشیدن کلیه مردم و سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه، باعث شده که دعوا بر سر سیاست خارجی با رئیس جمهور بین کنگره و رئیس جمهور که بهای گزافی میخواد تا تهش رفتن بسیار سنگین تر شده. کسی دیگه نمیره سر این تا تهی ته بخواد دعوا بکنه سر اینکه 400 میلیون دلار یا 1,700,000 دادی، چون بحثای بزرگترش هست. الان طبق قانون، طبق دیروز دستور اجرایی آقای رئیس جمهور، مبادلات دلاری در خارج از بانک‌های آمریکا آزاد شده. این یک امتیاز بسیار بزرگ به جمهوری اسلامی. خب این ارزشش برای جمهوری اسلامی او خیلی بیشتر از 400 میلیون دلار و 1,700,000. بنابراین اینها وقتی که هست و اینا کاری نمی‌کنن، الان اینقدر درگیرن جمهوری خواها و حزب دموکرات هم نمیخواد در این موقعیت با رئیس جمهور خودش وارد چالش بشه. این احتمالش نیستش که سر این مسائل درگیر بشن. باید منتظر شد تا رئیس جمهور بعدی بیاد. رئیس جمهور بعدی هم تا بخواد جا بیفته میشه اواسط سال دیگه. اواسط سال دیگه هم انقدر مشکلات سوریه و غیره حتما جدیتر شده، بحران ها عمیق‌تر شده که مسئله 400 میلیون دلار و 1,700,000,000 فکر نمی‌کنم جای زیادی داشته باشه. ممنونم نیکو هنگ عزیز. برگردیم به قرارداد کرسنت. وقتی که این صحبت مطرح میشه که ضرر قرارداد کرسنت چیزی در حدود 43 میلیارد دلار برای ایران هست، این معنیش اینه که وزیر فعلی نفت ایران آقای زنگنه که این همه هم منتقد رفتارهای احمدی نژادی هاست، قطعا هم درست میگه، اونا که غارت کردن، خودش از این سفره غارتگری بی نصیب نمونده و تونسته به ایران علارغم تمام ادعای کارشناسی که در حال حاضر در وزارت نفت هست لطمه وارد کنه. میشه ابعاد این مسئله رو هم باز کنیم ما بهتر متوجه شیم که این 43 میلیارد دلار کجا رفته؟ فقط هم خیلی خصوصی بگم 43 میلیارد دلار خیلی پوله. ترامپ با همه ثروتش و این حرفا میگن 4 میلیارد دلار پول داره. یعنی شما در نظر بگیرید که 11 تا ترامپ رو هم بگیرید، واو عجب پولی میشه. نه من تا الان نمیدونستم که از پای تلویزیون حرف زدن میشه خیلی خصوصی، یا در صورت اینا فهمیدیم. مرسی مهدی عزیز. نکته که وجود داره در مورد قرارداد کرسنت این هست که ببینیم چه کسانی نقش عمده‌ای رو بازی کردن در اینکه این قرارداد تحمیل بشه به کشور ما.
بزرگترین فردی ازش نام برده میشه مهدی هاشمی رفسنجانی، بهرمانی فرزند هاشمی رفسنجانی است که الان زندانی است. در گفتگوهایی که در طول چند سال گذشته داشتم با منابع مختلفی که آشنا بودند به این پرونده، اینا معتقد بودند که شرکت داناگاز که در امارات عربی متحده هست، کرسنت رو عملاً ایجاد کرد برای معاملات نفتی سوری و معاملات گازی سوری که احتمال به قول من به هم خوردنشون هم میره و این مجموعه در کنار تعداد مهندسان حفاری و مهندسان منابع نفت تعداد بسیار زیادی وکیل استخدام کرده. کما اینکه در کردستان عراق هم یک پرونده وجود داره در بین دولت کردستان عراق و شرکت کرسنت که وکلا دارن بیشتر کار میکنن، یعنی معاملات مشکلدار یکی از اجزای ثابت به نظر میاد شده در مورد شرکت کرسنت. نکته‌ای که اینجا باید اضافه بکنیم این هست که این شرکت که شرکتی در حد بسیار کوچک بوده، یعنی نسبت به شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا چجوری تونست یک قرارداد بزرگ گازی رو نصیب خودش بکنه، و اینجاست که میگن نقش دخالت مهدی هاشمی و فشار بر روی زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی که الان در دولت روحانی هم وزیر نفت هست باعث شد که این قرارداد بسته بشه با وجود مخالفت‌هایی که اول باهاش میشد حتی از طرف آقای حسن روحانی. اما بعدن حسن روحانی که اون موقع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود مخالفت خودش رو کمتر کرد و اصلا دیگه ساکت شد در مقابل این، و گفته میشه بعد از اینکه حسین فریدون وارد برخی از معاملات شد آقای حسن روحانی سکوت کرد. در نتیجه به نظر میاد منفعت فقط نصیب خانواده هاشمی نشد، نصیب خانواده کوچکتر هم شد، به قول ما خردنون هایی که از نون اصلی ریخت به جانداران کوچکتر هم رسید. به این ترتیب به خاطر اینکه نظارتی بر روی قراردادهای بزرگ نفتی وجود نداشته به طور دقیق، و از طرف دیگه به دلیل حضور برادر آیت الله خامنه ای در وزارت نفت، خیلی از مسائل عملاً به روندی پیش رفته که آقای خامنه‌ای هم خیلی مایل نیست بعضی از مسائل باز بشه، حتی اگر چیزی نصیب او و خانوادهش نشده باشه، چون به ضررش میشه به لحاظ بس حسابرسی در وزارت نفت. در مورد 43 میلیارد دلار که امروز آقای زاکانی نماینده پیشین مجلس عنوان کرد، یه مسئله دیگه هم مطرح میشه. 57 میلیارد دلار عدم نفع، یعنی گازی که از حوزه گازی سلمان گرفته میشد با لوله کشی منتقل میشد به اصلویه و جای دیگه و ذخیره میشد و یا در به مصرف داخلی میرسید و یا به پتروشیمی ها میرسید، این در حقیقت عدم انتقال گاز 57 میلیارد دلار عدم نفع داره که با اون 43 میلیارد دلار ضرر جمع کنیم حدود 100 میلیارد دلار ما شاهد ضرر هستیم به مردم ایران، نه فقط به دولت جمهوری اسلامی، نه، چون اینا سهم مردم ایران هست. بر اساس قانون اساسی فعلی منابع طبیعی متعلق به مردم هستن، فقط بر اساس اون قانون دولت هست که به قول معروف نظارت میکنه و در استخراج اونها بایستی نقش اول رو بازی کنه. مسئله که اینجا دردناک است این است که یک بخش عمده از مردم سوال نمی کنند که چه شد، و نکته بعدی هم این است که مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل این حس که پاسخگویی کاری بیفایده هست به مردم توضیح کامل رو هم نمیدن. اگر مردم بدونن که در حقیقت در دولت سید محمد خاتمی دستگاه نفتی هاشمی رفسنجانی چه بر سر مملکت آورد، در دولت احمدی نژاد اونها اومدن رقابت بکنن با دزدی‌های قبلی و این روند به کجا پیش رفت، خب شاید مردم اگر بفهمن نتیجه کار بهتر باشه. اما اگر ما بخوایم تا ابد حواسمون فقط با این باشه که در 1300 سال پیش در دشت کربلا چه اتفاق افتاد، اما کربلای فعلی رو برای اقتصاد مملکت نادیده بگیریم، طبیعتاً خوشحالترین افراد کسانی هستند که نظام دینی رو حاکم کردن بر مردم و میدونن که مردم جرأت سوال کردن رو نخواهند داشت و این روند دزدی ها کماکان ادامه خواهد داشت به اسم حکومتی که خودش رو وامدار حسین ابن علی امام سوم شیعیان میدونه. ممنونم آقای دایی. آقای کوثری اشاره کردن به کربلایی که امروز در ایران هست، دست کم در وضعیت زیست بوم ایران این کربلا
حالا با اون تعریفی که ما از کربلا داریم به مفهوم یک صحرای خشک بی آب و علف، واقعا در حال تحقق حداقل جمهوری اسلامی میتونه بگه ما تمام ایران رو کربلا کردیم، بی آب و علف کردیم. ولی و آقای خانم ابتکار میرن اونجا در تلویزیون میشنن چشم تو چشم میلیون ها آمریکایی و اروپایی و انگلیسی زبان و میگن که تقصیر آب و هوا، تقصیر ما نیست. اساسا آقای زنگنه هم همین کارو میکنه. آقای زنگنه هم میاد از همه طلبکار در حالی که خودش بدهکار مردم ایرانه. این روحیه طلبکاری در دولت آقای روحانی از کجا نشأت میگیره؟ عرض کنم یه نکته هست. این خانم ابتکار که رفته آلمان یه بخش سیاسی داره، یه بخش به اصطلاح پولی مالی اقتصادی. بخش سیاسی چه اول بگم، بخش سیاسیش اینه که این اصلاح طلبان حکومتی، همینا که اول دهه اول انقلاب از دیوار سفارت رفتن بالا، سپاه پاسداران رو بنیان گذاشتن، وزارت اطلاعات رو درست کردن، سردمدار شکنجه و اعدام و دستگیری بودن، اینا شدن اصلاح طلب حکومتی، همون جناح خط ما. یکیشون همین خانم ابتکاره که سخنگوی خط امامی های گروگانگیر در سفارت. درست؟ خب اینا اون دهه اول انقلاب خدمتی که به جمهوری اسلامی کردن که کم نبود، که بالاخره در سرکوب نقش درجه اول داشتن، تونستن با بزرگنمایی مبارزه با آمریکا و راه انداختن دکان مبارزه با آمریکا و مبارزه امپریالیستی تمام رقبای خمینی رو از صحنه بدر بکنن، فضا رو در اختیار خمینی بگذارن و و و خدمتی کردن که کم نبود. که حالا چه خدمتی میکنن؟ یکیش هم خانم ابتکار. نگاه میکردم دیدم که با کریستیان امانپور که مصاحبه میکرد آنچنان از ایران صحبت میکرد، بهش گفت آقا حقوق بشر مثلا، گفت نه اینه مثلا ما حالا یه چند نفر دستگیر شدن، این آمریکاست، مگه شما هم تو آمریکا نمیکنید؟ مثلا گل بلبل آقای روحانی داره درست میکنه. یعنی اینا دارن چه خدمتی میکنن؟ خدمتی که الان اینا میکنن این همون خدمتی که در اول انقلاب میکردن به حکومت، دارن خدمت میکنن. اون موقع با شکنجه و کشتار و اعدام، حالا چی؟ با لبخند عمر حکومت رو میخوان اضافه کنن که کسی از این حکومت ناامید نشه. هر دوش دروی یه سکه است. اما یه نکته داره و اونم مسئله پولیه. من یادم موقع احمدی نژاد که اینا 600-700 میلیارد درآمد ارزی داشتن به همه دنیا میدادن و خرج میکردن، یادم هم من اون گزارشاتی که اون موقع تعیین میکردم میدم که تو UNDP یعنی بخش توسعه سازمان ملل صدها میلیون دلار به جمهوری اسلامی کمک میکنن، لوله کشی فاضلاب به مثلا ورامین. یعنی اینا پول ندارن، اینا دارن برای آمریکای لاتین 10 میلیارد خرج میکنن برای همین چیزا. تو سنگال میرن پالایشگاه میزنن مجانی، پول لوله کشی ندارن. نه، همین آدمایی مثل ابتکار و اینها رو میندازن جلو با اینکه گرمایش زمین و نمیدونم فلان پول میگیرن. حالا شما نگاه بکنید تو رو که این دریچه ارومیه داره خوش میشه، خانم ابتکار رفته گدایی پول بکنه. این اینو همه الان داشتیم نگاه میکردم، نوشته که این آقای حسن پولارک که فرمانده سپاه قدس بوده و هست، رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات، یعنی اینایی که حرمای سامرا و کاظمین و کربلا و نجف و سوریه رو دارن بازسازی میکنن. فکر کنید تو سوریه که همه چی داره ویران میشه، تو خود ایران که اینقدر ما مشکل داریم، حالا خرجایی که برای سوریه من گفتم خدمتتون بماند. امروز نوشته در گفتگو با خبرنگاران، نوشته که از ابتدای درگیری در سوریه و وارد شدن خسارت به حرم مطهر حضرت زینب، ستاد بازسازی عتبات اقدامات خود برای بازسازی این حرم را شروع کرد. نوشته بلافاصله گنبد، گلدسته ها و کاشیکارهای حرم بازسازی شده و درها همه ترمیم شدند. رئیس ستاد بازسازی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور فلان و فلان گفت اکنون در حرم حضرت زینب اثری از جنگ دیده نمی شود و وضعیت حرم و همچنین مسلای جنب حرم بهتر از زمان آغاز جنگ در سوریه است. پلارک از آغاز اقدامات به منظور اجرای طرح توسعه، یعنی نه تنها درستش کردیم، طرح توسعه حضرت زینب خبر داد و گفت در حال حاضر در حال تملک یعنی خرید زمین های اطراف حرم زینب هستیم و تا بتوانیم طرح توسعه را پیش بریم. یعنی شما نگاه بکنید خانم ابتکار میره گدایی پول میکنه برای طرحهای مثلا دریچه ارومیه که همون پول هم که بگیرن خرج اونجا نمیکنن و خرج جای دیگه میکنن.
همین الان میگه در سوریه ای که صدها هزار نفر تو حلب دارن تکه تکه میشن، گشنگی گرسنگی میدن به مردم، ویران شده، اصلا قابل تصور نیست، میگه حرم حضرت زینب خدا رو شکر از روز اول بهتر شده، زمینای اطرافش هم داریم میخریم تا توسعه بدیم. این هم یه خبر خوش با خوش برای مردم سوریه و برای مردم ایران. بله، من زبانم قاصر از هر جمله‌ای که بخوام اضافه کنم به فرمایشات شما آقای دایی. نیکا انگ عزیز، همزمان برخی از بستگان و وابستگان همین افراد در خارج از کشور کمپین ها و کارهایی رو راه میندازند، وابستگان به حالا رسما یا غیر رسما لابیگری برای جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا صحبت هایی میکنند، کارمندان پیشین همین افراد امروز مسئولیت های تراز اول در برخی رسانه ها رو به عهده میگیرند و ده ها ماجرای دیگه از این دست. شنیدم گروهی از تبعیدی ها در خارج از کشور هم که تو هم یکی از اونها هستی در حال راه اندازی کمپینی هستند برای شکایت از جمهوری اسلامی و به عبارتی دست کم سنگ انداختن در مسیر این دوستان به ظاهر تبعیدی اما به باطن مشغول به فعالیت و خدمت، درسته؟ در هفته پیش در فضای مجازی گروهی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و حقوق بشر دور هم جمع شدن که من خوشحالم به عنوان یکی از اونها به حساب این مجموعه رو دارم هدایت میکنم به سمتی که بریم برای طرح شکایت از حقوق از دست رفته کسانی که میتونستن الان در ایران خدمت بکنن به مردم کشور، ولی به خاطر نبود امنیت، به خاطر شکنجه، به خاطر تبعیض، به خاطر خطر مرگ از ایران فرار کردند و الان در کشورهای مختلف دارن حالا کارهای پراکنده میکنن. و این بایستی یک نکته رو اضافه بکنم که شکایت جیسون رضاییان از جمهوری اسلامی ایران به خاطر برخوردی که با اون و خانواده‌اش شد جرقه این فکر رو زد و الان نزدیک به 200 نفر دور هم جمع شدن و این تعداد بیشتر هم خواهد شد و بعد از بررسی جوانب حقوقی ماجرا به این نکته باید برسیم که حقوقی که جمهوری اسلامی ایران نقض کرده از شهروندان خودش برگرده به کسانی که قربانی این مجموعه هستند. این مسئله برای دریافت پول و یا مثلا متضرر کردن مردم ایران نیست، بلکه برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در چارچوب روابط بین الملل هست و اینکه دولت‌های خارجی، دولت‌های گروه‌های مختلف خارجی رسما بدونن که وقتی دارن با جمهوری اسلامی معامله میکنن و مماشات میکنند، عملا بخشی از شهروندان جدید خودشون که قبلا ایرانی بودن و فعال بودن در ایران به این ماجرا معترض هستند و حالا این داره به قول من مراحل اولیه خودش رو طی میکنه و امیدوارم در مراحل بعدی بتونم خبرهای بهتری رو هم برای شهروندان ایرانی که حقوقشون هر روزه داره نقض میشه از سوی نظام حاکم به قول من براشون این خبر جدیدی بیاریم. البته این نکته هم اینجا به نظر من مهم هست، سکوت در برابر کارهای اجباری جمهوری اسلامی داره کمتر میشه. همین الان برای مسابقات شطرنج جهانی که قرار در تهران برگزار بشه یک شطرنج باز آمریکایی که اصالتاً اهل گرجستان هست داره اعتراض میکنه و داره بایکوت میکنه این مسابقات رو، چون میگه که تن به حجاب اجباری نمیده و این بحثای زیادی رو ایجاد کرده. بسیاری از مردم و حتی کارشناسان امور سیاست و امنیت بین الملل معتقدند که شاید حجاب اجباری مهمترین چیز باشه در چارچوب جمهوری اسلامی برای اینکه روند سرکوب آزادی ها رو دنبال کرده باشه و اگر خانم نیکی، حالا فامیلش الان ممکن اشتباه بکنم، که قهرمان شطرنج آمریکا است، تحریم میکنه این مسابقات رو و صدایی شده برای میلیون ها زن ایرانی که به حجاب احترام میگذارند اما حجاب اجباری رو دوست ندارند، خب این یواش یواش میتونه شرایط رو برای جمهوری اسلامی رو هم سخت‌تر بکنه در خیلی از عرصه ها. متشکرم نیکا. فقط یک سوالی که من مطرحه برام این که قطعا علاقه‌مندانی هستند که این برنامه رو در خارج از ایران می‌بینند و در کشورهای غیر از آمریکا هم سکونت دارند، در اروپا یا در دیگر نقاط، آیا اونها هم میتونن به این کمپین تبعیدی ها، شکایت تبعیدیان از جمهوری اسلامی بپیوندند یا خیر، یا
این فقط متعلق به شهروندان ایرانی آمریکایی است؟ نه نه، این برای شهروندان ایرانی آمریکایی، ایرانی کانادایی، ایرانی اروپایی هست، یعنی کلیه کسانی که به خاطر حفظ جان و امنیت خودشون مجبور شدن از ایران خارج بشن و در تبعید زندگی کنن، خواه نخواه میتونن شکایت بکنن از جمهوری اسلامی. منتها این روندش روند کوتاه مدتی نیست که بخوایم منتظر باشیم سریع به نتیجه برسیم و این یک روند طولانی هست. منتها ما خودمون رو آماده کردیم برای این مسئله که این ماجرا رو دنبال بکنیم و بتونیم نفعی رو برای شهروندان ایرانی به دست بیاریم و کشورهای مختلف دنیا چشمشون رو نبندند روی نقض گسترده حقوق بشر در ایران که کماکان ادامه داره. و آیا از حالا مردم میتونن به این مسئله بپردازن، بپیوندن، یا بایستی منتظر باشیم اطلاعات تکمیلی بیشتری رو شما در اختیارمون در آینده بگذارید؟ ما گام های ما داریم پله پله روند رو دنبال میکنیم و اول ابتدا باید منتظر باشیم که این مراحل ثبتی خودش رو طی بکنه و بعد یواش یواش به عنوان یک دیتابیس یا مرکز اطلاعات شکایت ها رو تحویل بگیره از شهروندان ایرانی، آمریکایی، کانادایی یا اروپایی و بر اساس اونها مواردی رو که نقض عینی حقوق بشر درشون مشخص هست رو با بررسی ببره جلو. منتها این مسئله راحتی نخواهد بود و کمایی که میدونید بررسی های حقوق خیلی طولانی هست، گاهی وقتا ممکنه یک بررسی حقوقی به 10-20 سال زمانی انجامه و امیدواریم که ما بتونیم این روند رو به خوبی طی کنیم. متشکرم. آقای دایی عزیزم، نیکاهنگ از مسائل مربوط به ورزش صحبت کرد، اما داغ‌تر از داشتن حجاب یا نداشتن حجاب امروز دست کم در ایران برای مسابقات قهرمانی شطرنج زنان ماجرای مقدماتی جام جهانی ایران کره جنوبی است که قرار عصر تاسوعا در تهران برگزار شه. این همه علم شنگه و این همه حرف و حدیث از رئیس سابق مجلس خبرگان گرفته تا نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، هر کسی از راه رسیده یک حرفی زده، دست کم رسانه ها حسابی بهش پرداختن، برای مردم هم ماجرا خیلی باز و آشکاره. تحلیل شما رو روی ماجرا بشنویم. عرض کنم که اولا خب میدونی که این حکومت حکومت مدهان و روزخان هاست. اصلا این دکان اگه نبود، اولا آخوند که خب حالا قبل از انقلاب که آخوند بیشتر به چه عنوان شناخته میشد؟ یه داشت که خب تو حوزه علمیه بودن و توضیح مسائل چاپ میکردن که هیچ 80-90 درصدشون بالای منابر موعظه میکردن و یه اشکی از مردم 5 دقیقه میگرفتن و یه پولی میذاشتن به جیب و تو دهات و این طرف اون طرف میگشتن. این روزخانی و این تاسا و عاشورا و محرم و نمیدونم این حرفا، این اگه نبود که اینا اصلا دکان اینها توی این 1400 سال تعطیل بود که. بنابراین بیهور بعد حالا اینا سر حکومت اومدن، برایشون نقش اساسی داره. اینا به اصطلاح مسئله کربلا و زائر بفرست زائر بیا امام رضا، رفتن تو بیابون، تو بیابون یه چادر درست کردن میگن امام زمان اینجاست، سال چند میلیون میگن آدم میبرن اونجا، مسجد و بارگاه و هتل و جاده و نمیدونم کاروان سرا و خب این تمام اساس اینا به غیر از زور، تازه اون زوری هم که این حکومت باش داره حکومت میکنه از کی یارگیری میکنه؟ از میونه همین تیپاست، یعنی با اشاعه این فرهنگ خرافات و اینها یارگیری میکنه، عمر حکومت چی اضافه میکنه، مردم رو فریب میده. حالا یه چیزی بگم به دنبال همون صحبت حضرت زینب، اصلا فضای اینا این فضاست. حالا الان تعجب، من صبح که پا میشم هر روز 30-40 تا از این وبسایت های مذهبی و کارهایی که این جمهوری اسلامی تو خارج میکنه خیلی زیاده، تو سراسر دنیا کار میکنه. یک شمه الان داشتم مرور میکردم نگاه کنم ببین چه خنده داره واقعا. ما حالا حضرت زینب گفتیم، گویان، کشور گویان، اصلا به هموطنان بگی کجای دنیاست ممکنه هیچکی ندونه کجاست. گویان دو قسمت داره، فرانسوی و فکر کنم غیر فرانسوی، اونه که تو اون فیلم پاپیون دیدیم، حتی پاپیون جای قشنگش بود، دریا و اینا، یه کشور عقب مانده که هیچکی نیست. برگزاری این جامعه المصطفاست، جامعه المصطفی رو پولش از جیب ملت، یعنی مثل خامنه ای از جیب ملت میده. 40,000 طلبه در سراسر دنیا داره، 100 خورده کشور اینا دفتر دستک زدن، یکیش گویانه. آقا تو قرآن ببینید نوشته
همین مال امروز خبر، برگزاری همایش بزرگداشت مقام شامخ امام سجاد، امام سجاد در گویان. بعد توضیح داده که اینجا میشه و ما صحیفه سجادیه رو جزء بخشی از این همایش اینو منتشر کردیم و اونجا پخش میکنه کالج اسلامی المصطفی در کشور گویان. بعد میگه که ما قبل از این این کتابو، یعنی صحیفه سجادیه رو، در جنوب هند، جنوب هند یعنی مناطق سیلان اونجاها، به زبان تامیلی ترجمه کردیم و پخش کردیم. نه تنها از مسلمانان بلکه پیروان ادیان دیگر از جمله هندوها هم ملتمسانه درخواست نسخه از آن را داشتند. حتی از تامیل زبانهای مقیم فرانسه نیز، از فرانسه نیز درخواست صحیفه سجادیه را از ما میکردند. تو رو قرآن ببینید. حالا نمیدونم اسم این حکومت رو چی باید گذاشت که آقای جان کری و آقای اوباما فکر میکنن که با دخیل بستن به اینها یا به امید بستن به لبخند روحانی ظریف میتونن مسئله حل کنن. واقعا ننگاوره. مرسی. من واقعا میگم که آدم اصلا میمونه. ولی نیکو هنگ عزیز، در همین چند روز اخیر یه سری چکای منتشر شده که از سوی یکی از هیئت‌های بازار در بازار تهران در اختیار برخی از مداحان خیلی معروف قرار گرفته بابت هر شب در این دهه اول ماه محرم که یکی از این مداها اونجا روزخانه میکنه 20 میلیون تومان، 200 میلیون ریال. خیلی پوله ده. وقتی که مقایسه میکنیم با حقوق 1.5 میلیون 2 میلیونی یک کارمند در ایران امروز بعد از این همه بالا پایین رفتن، یک شب 20 میلیون تومان خیلی پوله خداکی. بعد وقت اینا رو وقتی مقایسه میکنی با اینکه این مداها چجوری سینه چاک میکنن برای مدافع حرم و لشکرسازی واسه ارسال به سوریه، معنیش اینه که خیلی معنادار میشه گفت که نکنه واقعا با کسی با زلفهای افشار خانم سحر نوروززاده کاخ سفید رو به حسینیه تبدیل کردن. پناهش بر خدا، پناهش بر خدا. ببینید چیزی که ما الان در ایران متاسفانه شاهدش هستیم این که اگر روزی روزگاری نیت خیری داشتند کسانی که ایام 10 روزه محرم رو خواستن زنده نگه دارن، کمک به مستمندان، کمک به تشنگان، کمک به کسانی که آبرومندند اما به قول معروف به نان شب محتاج، تبدیل به چه بازاری شده؟ بر اساس آخرین گزارش های خود دولت ما در ایران 11 میلیون نفر حلبی نشین داریم در حاشیه شهرها، کسانی بودند که زندگی خوبی داشتند در روستاها، به خاطر نبود منابع آب مجبور شدند خانه های خودشون رو ترک کنند، بیان در حلبی آبادهای حاشیه شهر زندگی کنند. من برام سوال هست که کدام یک از میلیاردرهایی که دارن غذای نظری میدند حاضرن این غذاهای نظری رو برن در کنار حلبی آبادها درست بکنند و بین محتاجهای واقعی پخش کنند. من برام جای سوال هست که کدام یک از این چند ده میلیاردری که در شمال شهر تهران دارن غذای نظری به میلیاردرهای دیگر تقدیم میکنن حاضرن بیان کمک بکنن که وضعیت خیلی از روستاهای ایران برگرده به آن زمانی که آب داشتن. ببینید مشکل آب ایران به خاطر خشکسالی فقط نیست، خشکسالی یک نشانه هست، اما مدیریت بد منابع و مجوزهای غیرقانونی در طی 37 سال گذشته نابود کرده سرزمین ما رو. اگر میخوایم دقیق به قضیه نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی عملا ایران رو به کربلا تبدیل کرد و مردمان خودش رو تشنه گذاشت و عده معدودی، درصد معدودی الان قدرت لازم رو دارن برای زندگی راحت. این تبعیض بزرگ در این ماجرایی بخوایم نگاه بکنیم بر اساس منطق شیعی، به نظر میاد دولت اموی در ایران قوی تر از دولت حسینی هست و طبیعتاً از رأس تا پایین این مجموعه رو نگاه بکنیم میبینیم که مردم ایران رو دارن قربانی میکنن و با وضعیتی که داریم میبینیم پیش میره تا چند سال دیگه بخش عمده از مردم مجبور خواهند بود مهاجرت بکنن از ایران به خاطر نبود آب و تشنگی. در نتیجه حضرت عباس تعدادش بسیار زیاد شده. ممنونم نیکو هنگ کوثر عزیز. یادی کنم از
هفتم دی ماه سال 1388 خورشیدی، محرم بعد از وقایع جنبش سبز در ایران که تهران به عرصه تاخت و تاز سپاهیان یزید زمان علی خامنه ای تبدیل شد و کسانی که در خیابان‌های تهران جانشون رو برای سرود آزادی از دست دادن. سپاسگزارم از آقایان نیکاهنگ کوثر و حسن دایی که در این برنامه ما رو همراهی کردند و از شما گرامیان که تا به این لحظه بیننده رسانه افق ایران بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.